سلام شاگردای عزیز، امید است که دارای صحت کامل باشین و از گزند حوادث در امان. البته ما شما امروز درس خود شروع میکنیم یا آغاز میکنیم، طوری که میفهمین صنف هفتم میباشین، مضمونتان مضمون کیمیا میباشه و موضوعی که امروز ما شما برای صحبت و جر و بحث میکنیم استحصال اکسیژن از پتاسیم کلورید میباشه که بعدا ما فرمولش رو برتان نوشته میدونم. درس ششم میباشه، صفحه 64 کتاب دان و فصل چهارم در بر میگیره. شاگردای عزیز، آل ما و شما یک موریری داریم بالای درس گذاشته. درس گذاشته شما چی بود؟ بسیار خوب، اکسیژن. آفرین. خب اکسیژن قسمی که شما میفهمید به پیمانی زیاد به حالت آزاد و همچنان به حالت مولکولی در طبیعت پیدا میشه و همچنان به شکل ترکیب یا مرکبات با عناصر دیگه ما ایره میتونی که پیدا کنیم. بالت آزاد گفته میتونی که 1/5 یا 1/5 حصه هوا را اکسیژن تشکیل داده و همچنان اگر ما ایره به شکل ترکیب بگیم تقریبا در آب گفته میتونی که 88.8888% وزن آب تشکیل داده. این بود یک مرور کوتاه بالای درس قبلی تا. آلی میاییم بالای درس جدید. پیش از اینکه شاگردای نازنین ما شما درس شروع کنیم، اول بالای اهداف آموزشی صحبت میکنیم. خب اینا اهدافی که ما شما دنبال میکنیم چی میباشن؟ از شاگردان انتظار میرود تا در ختم درس به اهداف ذیل دست یابد. یک، آموختن استحصال اکسیژن از پتاسیم کلورید و تحریر درستش. شما باید اکسیژن از مرکب پتاسیم کلورید ایره استحصال کنین و معادلش، یعنی موادی که تعامل میکنه و موادی که بعد از ختم تعامل به دست میآیه و موادی که به حیث کاتالیست در تعامل اثر میگیره، این شما باید به شکل صحیح و درست نوشته کنین. دوم، عملا باید اکسیژن را از پتاسیم کلورید و دیگر مرکبات استحصال کرده بتانید. یعنی به شکل عملی شما از مرکب پتاسیم کلورید و همچنان از مرکبات دیگر اکسیژن به دست آورده بتانید یا استحصال کنید. سوم، درک نمایید که اکسیژن را میتوان از دیگر مرکبات اکسیژندار استحصال کرد و شما اینه باید بفهمید یا درک کنید بر علاوه که اکسیژن شما میتانید از مرکب پتاسیم کلورید استحصال کنید، از دیگه مرکباتی که دارنده اکسیژن میباشن شما باز هم بتانین که اکسیژن را استحصال کنید. خب بسیار خوب، این بود اهداف آموزشی. آله من از شما یک سوال دارم، به دقت گوش کنین. ماده سفید رنگ که در چاها برای ضد عفونی نمودن آب انداخته میشود کدام مرکب یا کدام نمک بوده و در آب به کدام مواد تجزیه میگرده؟ بسیار خوب، شما اکثرا مخصوصا در فصل تابستان دیدیم که آب چاه‌ها را ضد عفونی میکنن و معمولا از مواد کلورین، شما میفهمید که از مواد کلورین استفاده میکنن و آب چاه کاملا ضد عفونی میشه و بر آشامیدن از این شما استفاده میکنین یا کار میگیرین. خب آلی ما شما میایید بالای کشف اکسیژن، میبینید که کدام شخصیت یا کدام دانشمند اکسیژن را کشف کرد. اولین بار در سال 1774 میلادی ساینسدان انگلیسی موسوم یا به نام پریستلی اکسیژن از حرارت دادن مرکیوریک اکساید یا اکساید سیما ایره بدست آورد که البته نام از این که نام آن را لاوازیه کیمیادان فرانسوی اکسیژن بود. یعنی وقتی که پریستلی را از حرارت دادن اکساید سیما یا مرکیوریک اکساید ایره سال میکنه، بعدا لاوازیه نام از این چی میمانه؟ نامش اکسیژن میمانه. اینانی اینمی مادلگه که ما و شما بالای تخته نوشته میکنیم. خب اکساید سیماب یا مرکیوریک اکساید.
اکساید سیماب یا مرکیوریک اکساید ایره چی میکنن؟ حرارت میکنن. آره میبینید که امی اکساید سیماب کدام حالت داره؟ طبعا حالت چی رو داره؟ حالت جامده داره. ایره حرارت میده. وقتی که حرارت داده امی مثلثی که شما میبینید ایره برام دلتا یاد میکنم و در کیمیا ایره این حرارت رو مالا میده. این تجزیه میشه به سیماب جمع اکسیژن. خب سیماب کدام حالت داره؟ سیماب حالت ال یا حالت مایره داره و اکسیژن هم طبعا شما میگوید که حالت گاز میبره. حالا ما شما ایره چی میکنیم؟ ایره توزین میکنیم یا موازنه معادله را برقرار میکنیم. قسمی که شما بیرین یک اتم اکسیژن سیماب اینجا دارین، یک اتم سیماب اینجا دارین. تعداد اتمای سیماب به دو طرف معادله برابر و مساوی اکسیژن حساب میکنیم. یک اتم اکسیژن دارین، دو اتم اکسیژن اینجا دارین. اینالی در اینجا به طرف چپ و راست معادله تعداد اتمای اکسیژن مساوی و برابر نیست. اینالی برجی که ما تعداد اتمای اکسیژن به دو طرف معادله، یعنی به طرف مواد تعامل کننده و به طرف مواد حاصله این موادنه رو برقرار کنیم، طبعا معادله رو باید چی کنیم؟ باید توزیع کنیم. یا یک گپ دیگه براتون بگم، هرگاه در یک معادله کیمیایی یکی از مواد حاصله یا محصول تعامل به حالت گاز باشه، ما میدانیم که فورا از روی گاز معادله رو چی کنیم؟ معادله رو توزیع کنیم. خب اینجا میبینیم که اکسیژن به شکل دای اتمی یا مولکولی نوشته شده. خیلی من دارو شرقه میکنم که یادتان ندارم. خب اینا رو از روی اکسیژن ما حساب میکنیم. چند اتم اکسیژن داریم؟ دو اتم داریم. یا یک مولکول اکسیژن داریم. در حالی که ما اینجا چند اتم اکسیژن داریم؟ یک اتم اکسیژن داریم. فورا اکساید سیماب ضرب چند میکنیم؟ ضرب دو میکنیم. وقتی که ضرب دو کردیم دو اتم سیماب شد، اینجا یک اتم سیماب، سیماب هم ضرب دو میکنیم. یا پیش روی سیماب یک دو به حیث ضریب اتمی نوشته میکنیم. دو اتم سیماب، دو اتم سیماب، دو اتم اکسیژن، دو اتم اکسیژن، پس معادله توزیع شد. یعنی اینی دویی که ما نوشته کردیم هم شامل سیماب میشه و هم شامل چی میشه؟ شامل اکسیژن میشه، پس معادله توزیع شد. یعنی برای اولین دفعه پریستوی اکسیژن از حرارت دادن اکساید سیماب ایره حاصل کرد. البته شاگردای نازنین برای استحصال اکسیژن طریقهای مختلف وجود داره و یک طریقه بسیار ساده می باشه که شما در لابراتوار و همچنان در صنف ایره می تانید که این طریقه را به کار ببرین و یا استحصال کنین. البته ما اول معادله استحصال اکسیژن از پتاسیم کلورید در موجودیت حرارت و منگان دای اکساید نوشته میکنم و بعد هم این تجربه را اجرا میکنیم. خب پتاسیم کلورید KClO3، پتاسیم کلورید این به حالت جامد می باشه. این چی می کنیم؟ در موجودیت منگان دای اکساید MnO2 و حرارت این تعامل می کنیم. زمانی که ما این حرارت می کنیم طبعا روابط بین اتم های پتاسیم، کلورین و اکسیژن چی میشه؟ قطع میشه. وقتی که قطع شد در اینجا پتاسیم امرای کلور یک جای میشه، نمک پتاسیم کلوراید میسازه. جامعه چی باقی مان؟ اکسیژن باقی مان. اکسیژن اینجا اکسیژن هم نوشته میکنیم. خب
اینانه باز هم مدل ماشما به توزین کار داره. خب یک پتاسیم اینجا داریم، یک پتاسیم اینجا داریم، یک کلور اینجا داریم، یک کلور اینجا داریم. حالا میاییم بالای اتم های خود اکسیژن. مشکل در اینجا قسمی که شما بروی از این فرمول میبینین، اینجا ما دارای 3 اتم اکسیژن میباشیم، در حالی که اینجا تعداد اتم های اکسیژن چند اتم ها؟ 2 اتم ها. اینجا موازین برقرانه. فوراً چی میگیریم؟ شکل بسیار ساده را بر شما میگم. اینمی سه که در اینجا وجود داره، دست را میگیریم، میاریم اینجا میشانه میشه. اینجا شانده میشه. خب. اینال 2-6 اتم شد و یا 3 مولکول شد. پس این دوی دور چه میگیریم؟ این دور دستکش را میگیریم و میاریم پیش روی مرکب پتاسیم کلوراید کلورید نشان میکنیم. دو پتاسیم کلورید. اینال 2 اتم پتاسیم اینجا، 1 اتم اینجا. فوراً نمک پتاسیم کلوراید هم ضرب چند میکنیم؟ ضرب دو میکنیم. ببینیم 2 اتم پتاسیم. اینجا پتاسیم 2 اتم شد. اینجا چند اتم؟ اینجا هم پتاسیم 2 اتم شد. چند اتم کلورید؟ 2 اتم. بسیار خوب. کلورید 2 اتم. اینجا چند اتم؟ 2 اتم. کلور هم مساوی به 2 اتم. اکسیژن حساب میکنیم. 2-6. اکسیژن ما مساوی میشه 6 اتم. و اینجا میبینیم 2-6. اینجا هم اکسیژن مساوی به 6 اتم شد. پس معادله چی شد؟ معادله توزیع. یعنی هرگاه ما مرکب پتاسیم کلورید در موجودیت منگان دایوکساید یا منگانیز دایوکساید حرارت بدیم، در نتیجه مرکب پتاسیم کلوراید و سه مولکول اکسیژن به دست میاد. خب اینا رو ما شما اینمی تجربه را اجرا میکنیم. خوش آگردهای عزیز، آله مواده که برای استثال از این تجربه کار است، این را بر شما معرفی میکنم. اول مرکب پتاسیم کلورید. مرکب پتاسیم کلورید اینجا میمانم. مرکب دیگهش منگانیز دای اکساید یا منگان دای اکساید. منگانیز دای اکساید یا منگان دای اکساید به می شکل گیرا و پایه. گیرا و پایه بالون گاز. قاشق برای گرفتن مواد کیمیایی. کاغذهای بیکاره و گوگرد. صحیح شد؟ انشاءالله همه گی فهمیدن؟ بسیار خوب. خب خوش شاگردای عزیز، متوجه باشین آره ما چی میکنیم؟ آره گیره و پایه رو میمونیم. بعدن چی میکنیم؟ خب این مواد دیگم تستیوب دانی با تستیوب ها میبره. یکی تستیوبی که کاملا پاک و خشک باشه این رو میگیریم و به گیرا توسط گیرا به پایه مکم میکنیم. خب بعدن دو ماده کیمیایی که داریم، یکی پتاسیم کلورید و دیگه منگان دای اکساید، این رو میگیریم و در بین تستیوب میپرچیم. البته قسمی که شما میبینین یا مشاهده میکنین پتاسیم کلورید دارای رنگ سفید میباشه. سر بوتل ما کم میکنیم. بعدم بوتل منگان دای اکساید یا منگانیز دای اکساید میگیریم، قسمی که شما میبینین این دارای رنگ سیاه میباشه، در بین بوتل میپرتیم، بین تستیوب ببخشیم. سر بوتل رو محکم میکنیم. خب برای اینکه این مخلوط شود دوباره ای را باز میکنیم.
دوباره محکمش میکنیم. بعدا گاز رو میمانیم. بالون گاز و این را حرارت میدیم. گوگت میذاریم. و البته قسمی که شما میفهمین زمانی که ما بعض مواد کیمیاوی را در داخل تیسیوب حرارت میدیم باید دهان تیسیوب را به جهتی قرار بدیم که در مقابل شاگردا یا خود ما نباشه. چرا؟ برزی که مواد اکثرا زمانی که با هم تعامل میکنن قابلیت انفجار را میداشته باشن یا امکان داره که دهان تیسیوب ترازیر شود و سبب ایجاد مشکل بر شاگردا شود. از او خاطر این کار را انجام میدیم. حالا امتحان میکنیم. میبینیم که واقعا تعامل صورت گرفته یا خیر. دیدین؟ اینال شما در این تجربه دیدین که واقعا ما اکسیژن از حرارت دادن مرکب پتاسیم کلورید در موجودیت منگان دایوکساید یا منگانی دایوکساید به حیث کتالیز و حرارت تانستیم که بزش بیاریم. خوش شاگردای نازنین، به ارتباط استال اکسیژن شما خواندین، فهمیدین، بازم یک مرور کوتاه و درس بر شما خلاصه میکنم. البته برای اولین دفعه جوزف پرسلی در سال 1774 میلادی تانست که خود اکسیژن از حرارت دادن اکساید سیماب این را برس بیاره که بعدا نام از این را یعنی در او زمان نامش را نمی فهمید اما بعدا لاوازیه تانست که نام از این را به اصطلاح اکسیژن بانه و به طریق لابراتواری معمولا ما میتونیم به دو طریقه این را استال کنیم یا برس بیاریم. طریق اولش طریق حرارت دادن پتاسیم کلورید و همراه منگان دایوکساید می باشد که ما به این طریق ارسال کردیم و تجربه شما دیدیم و همچنان معادله شد با توزین معادله ما بالای تخته وقتم نوشته کردم. این بود یک مرور کوتاه و یک خلاصه درس امروز ما و شما. البته آلی میاییم بالای کارخانگی. سوالای کارخانگی جان بسیار ساده و آسان است و تمامش شما در درس ها خواندید. سوال اول، برای بار اول اکسیژن کی کشف کرد؟ البته مکمل ما بر شما گفتم و شما این در کتابچه‌تون در خانه نوشته می‌کنید. سوال دوم، برای معادله کیمیایی اکسیژن از تجزیه اکساید سیماب توسط حرارت به دست آوریم. خوش شاگردان نازنین، درس امروز کاملا فهمیدین، معادلات فهمیدین، تجربه را مشاهده کردین، انشاءالله این در کتابچا نوشته میکنین و درس بعدی تا استثمال اکسیژن از مرکب هایدروژن پراکساید میباشد که را انشاءالله در درس آینده بر شما ارائه میکنم. از توجه همگانی تا در خدمت عزیزت اظهار سپاس. خدا حافظ و ناظرتان. خدا حافظ.